صحابه هم باید دیگه خود اختلافات اجتهادی داشتن، اما آیا گاهی وقتا اختلاف اجتهادی صحابه باعث شده که حقوق اسلامی یک دیگر خود رعایت نکنن؟ نه، هرگز اینطور نشده. ما چی؟ کسی که در کمترین مورد با ما یک برداشت دیگر رقمی داشت تحملش نمی کنیم، خوب تند تیز میریم و گاهی وقتا هم شاید موزی استدلال بکنیم که اشد دا و علال کفاره. ای کافر نیست، برادر مسلمان است، در یک مورد مشخص اجتهادی با تو اختلاف برداشتی داره. ای تفکیک باید بکنه. مواردی که در جوانای ما متاسفانه اصلا آدم نمیتونه گپ بزنه، ازشان میترسی، نمیتونی که ازشان گپ بزنی. یعنی یک و دو کدش اختلاف کنی خلاص تابه های عجیب غریب میدنی پیشانیشان هست میزنه دم دم دم. مردم ما رو وابی میگه اینا یک مرجع از این خوارج از این مرجع از این خوارج هست. برای خودت تو از کجا فهمیدی اخی گپه؟ این جرات از کجا کردی؟ امی منهج صحابه هست، در فتوه همی منهج صحابه هست، در فتوه هم منهج صحابه واضح هست. قسم به الله هست بی‌سوادترین جوانان ما در موارد فتوه میتن که اگر در عصر صحابه می بود عمر اهل بدر را به خاطر از او جمع میکرد. دو نفر جوانایی که دو کلمه از این نداریم، بزرگترین علمای امت را، بزرگترین علمای امت را که منهجش هم واضح است، زندگیش هم وقف مبارزه دین الله شده، به بسیار آسانی تکفیر میکنیم. این منهج صحابه نیست. هر کس میگه از غول اشتباه میکنه، دین این است. صحابه در فتوا دادن موارد خیلی جزئی محتاط ترین مردم بودن. بارها شنیدین از زبان علما یک مسئله را از یک صحابی پرسان میکردی و به دیگر کس وارد میکردی و به دیگر کس، گاهی وقتا میشد تو دبین 20 نفر از علمای صحابه، شاگردان مستقیم مکتب نبوت که شاهد بر نزول وحی بودن، جرات نمیکرد فتوا بده. ما و امثال ما غلط میکنیم که در موارد اساسی که بسیار پیچیدگی های داره فتوا میدیم. و اگر فتوا میدیم چی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ابو داود روایت میکنه میفرماید که قاضی ها سه نوعند، دو نوش در جهنم است، یک نوش در جنت. او قاضی که قضاوت میکنه و فتوا میده و فیصله میکنه و فیصلش بر اساس جهل است ولو به حق ثابت کرده در جهنم است. او قاضی که در یک مسئله قضاوت میکنه علم داره اما حق میپوشانه، این هم در جهنم است. فقط او قاضی در جنت است که حق را علمن میدانه و علمن به حق فیصله میکنه. قسمت که ما میخوایم به اشاره بکنیم ایست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یک نفر قاضی است میای قضاوت و فیصله میکنه، خو علم نمی قضاوت نداره، تقدیری قضاوتش به حق اصابت هم میکنه، بازم به جهنم است. یعنی ای که جوانان ما حماسه شام سرچشمان ما، اما حماسه معیار بر فتوا در شریعت الله نیست. علم به کتاب و سنت معیار است بر فتوا در شریعت الهی. جوانان ما خوب میفهمند، موارد بسیار جزئی فقهی بسانش بکنیم اسم ما برای بگنه نفهمند. خود اساسی ترین موارد باز اوت ماشاءالله جرأت فتوا را داره که نه عالم پیش از و تعبیر عام میگن نفهمم چی میده یک تعبیر عام جوانا دارن آدم میده، نه هم مجاهد نه هیچ کسی. این منهج صحیح نیست. همون رقمی که ما با دیگران مخالفیم که منهج را تخفیف نکنن، ما خود ما هم این کار را نباید بکنیم، ما خود ما نباید هم این کار را واضح گفتم. ما مواردی از جوانا میترسیم که علی برش با نظرش مخالفت بکنی ده ها تا دلیل بگی نه آسان دیگه هیچ دلیل که گفتن نداره، آسان تا دیگه بشیست یک تا پده کلیت میزنه. این خوارج شده گپش خلاص است. اگر آدم میانه رتا باشه اگر از بیبرکای تون بود باز نگه این مرجعه شده دیگه گپ از این گوش نکنیم. اگر پرسان بکنی مرجعه چیست نفهم خوشونیده همین میعیار از برش.